سلام دوستان عزیز، انشالله که حالتون خوبه. لابد همه شما این شعر معروف رو شنیدین: داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری. اسم او بود علی مردان خان، اهل منزل ز دستش به امان، همینطور تا آخر. علی مردان خان سمبول و نشانه بچه های لوس و نونور و عزیز دردونهیه که به علت ناز و نوازش بیش از حد پدر و مادر بی تربیت و از خود راضی بار میان، که انشاءالله شما هرگز از این گروه بچه ها نیستی. خب حالا گوش بدیم به داستان. یکی بود و یکی نبود. ماجرا از اونجا شروع میشه که چندین و چند سال قبل در یکی از شهرهای بزرگ ایران مرد به اصطلاح محترم و متمولی به نام عباس قلی خان که به قول معروف ثروتش از پارو بالا نمیرفت، برای اینکه دریاچه ثروتش رو به اقیانوس تبدیل کنه، با یکی از پیر دخترای متکبر، اشرافی، ثروتمند و از خود راضی به نام شازده قمصور الملوک و سلطنه ازدواج میکنه. سالها از این ازدواج میگذره و اونا صاحب فرزند نمیشند. از دکتر گرفته تا حکیم، خلاصه به هر دری که میزنن بچه دار نمیشند. بچه جون، اون زمانا خرافات و جادو و جنبل مخصوصا بین زنان طبقات اشرافی خیلی طرفدار داشت. یه روز برای قمصورالملوک زن عباس قلی خان خبر میارن که رمال زبردستی به شهرشون اومده. که اینطور خانم بدرالسلطنه، پس این رمال اینطور که میگی خیلی مهارت داره و وارده. چی بگم واسط خواهر، باور کن با جادو و جنبل معجزه میکنه، کاری نیست که از دستش بر نیاد. نمونه زندش همین اشرف و ملوک خانم خودمون، مگه یادت نیست 10 سال اجاقش کور بود؟ خب چطور شد؟ هیچی، کاری کرد که اولین شکم 3 قلو زایی. آی خیلی عجیب، ولی آخه بدرالسلطنه خانم میدونی عباس قلی خان اهل این کارا نیست. اگه باد به گوشش برسونه که من به جادو و جنبل و اینطور کارا متوسل شدم و پیش رمال باشی رفتم، یا منو میکشه یا فورا 3 طلاقم میکنه. اوه چه حرفایی میزنی خواهر، پاشو بابا پاشو، را بیافتریم تا نشونت بدم چه معجزه ای میکنه. با آخه بریم بدرالسلطنه خانم. آخه نداره بریم، من میترسم.
سلام همشیر، بفرمای بفرمای، چطور شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ رنگ به رخسار نداریم، چرا پرید رنگتون؟ دعوا شده منزلتون؟ قهر کردین از شوهرتون؟ هوو آورده سرتون؟ بگی خجالت نکشید، رمال باشی محرمتون، بگی درد دلتون تا حل کنم مسئلتون، رمال باشی مخلصتون، چاره هر مشکلتون. آه که این طور بچه میخواین؟ یه بچه یه کاکوزری خوشگل و سرخ و توپولی کفش قرمزی پیرنزری، این که مکافات ندارد، داد و شکایت ندارد، برای من کار ندارد، به طرفت این چنان جادو و جنبل میکنم، مشکل تو حل میکنم. اینجا یک مشکلی هست. چه مشکلی؟ بس که ریاضت میکشم، دارم خجالت میکشم، چطور بگم؟ رمال باشی فرج دارم، صاحب فرزند شدن، یک کمکی خرد دارم، وقتی که پای پول بیاد زبون من بند میاد، مخلصتون رمال باشی، چاکرتون رمال باشی، الهی که زنده باشی، گوش بکن هرچی میگم عمل بکن، فکر کمی عسل بکن، گوش بکن من چی میگم. گوشم با شماست رمال باشی. اصاره دنبریشه میمون هندی، مهره پس گردن سگ آبی، مغز الاغ 6 ساله مصری، جیگر سیای سوز، کبد خارخاسک، روده موریونه کرمون و زبون عقرب کاشون. خدا مرگم بگه. دارم حرف میزنم، ساکت باش گوش کن. چشم ماره بنگالی، آب بینی شطور انیزه، قلبه کرگدن حبشی، زهره شغال جزیره وقبسته ها رو تهیه میکنی، اصاره و کوبیده این مواد و باروغ زیتون و آب لیمو و شربت و آلبالو و گز علفی قاطیش میکنی، هر شبانه رو 3 نوبت هر نوبت به قاره 1 کاسه ترشی میری شوهره بخوره. وای خدا جون، این آتو آشغالا رو چجوری بدم شوهرم بخوره؟ همینی که گفتم، از این معجون 26 نوبت هر نوبت چند قطعه بچکون توی چشمات و سوراخ دماغت و سوراخ گوشات، هر یه شب در میونم این مواد با یه کاسه روغن کرچک قاطی میکنی و قرقره میکنی، این تنها علاجته و حتما هم صاحب اولاد میشی. برو به سلامت خواهر، به سلامت. خب راستی چقدر به همون پول دانم؟ واه همش هم که خورده دیگه. دل پیش بارم کم یا زیاد، خرجی یه هفته در میاد، الهی که زنده باشید، همیشه پول بده باشید، الهی که زنده. ولی بچه های عزیز، همونطور که میدونید تمام این رمالباشی ها و فالگیرا پخته باز هستن و کلک باز و فقط میخوان مردم رو به اصطلاح سرکیسته کنن. جادو و جنبل هم که میدونید خرافاتی بیش نیست و هیچ وقت جنبه واقعیت نداشته و نداره. بالاخره خانم منصورالسلطنه هیچ نتیجه ای از دستورات رمالباشی نگرفت. یه روز عباس خلی خان میشنوه حکیم جهاندیدهی در یکی از شهرهای اطراف زندگی میکنه. فوراً به ملاقات حکیم.
جناب حکیم دستم به دامنتون. من آرزو دارم صاحب نوزاد پسری بشم. شنیدم شما حکیم بی‌نظیری هستین. یک فرد عالم هستین. دنیا دیده این. از شما میخوام که منو راهنمایی کنین. کمکم کنین. برای چه فرزندم؟ تو که سنت از 50 گذشته برای چه به فکر اولاد هستی؟ لابد حکمتی در کار هست که صاحب اولاد نمیشوی. جناب حکیم دستتونو میبوسن. اگه اجاقم کور بمونه تکلیف این همه ثروت و باغ و خونه و کالسکه و درشکه و ملک و املاک چاکر چی میشه؟ ثروت و مجنت به چه دردت میخوره؟ برو به فکر آخرتت باش مرد. از من میشنوی؟ پافشاری در حکمت خداوندی نکن. لابد قسمت و نصیب تو اینه. برو مال و ثروت بیکرانتو در راه مستمندان صرف کن که توشه آخرتت باشه. برو فرزندان یتیم و خانواده های بی سرپرست و تحت حمایتت قرار بده. به خدا قول میدم که اگه صاحب فرزندی بشم هر شب جمعه 40 نفر گرسنه رو سیر کنم و هر شب عید 400 دست لباس به تن 400 مستمند بکنم و تمام پیشنهادات مفید شما رو به کار بندم. بسیار خوب. اگه اینطوره تو رو علاج میکنم که به آرزوی نائل بشی، به شرط آنکه به قول و عهدی که بستی وفا کنی. قول میدم، قول میدم حکیم باشی. عباس قلی خان دستورات حکیم رو به کار برد. پس از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت صاحب نوزاد پسری شد که بزرگان خانواده نام مستطاب علی مردان خان رو برای او برگزیدند. میگم چطور خبر تولد علی مردان رو همه جا پخش کنیم ها؟ نه بابا، همینطوری نه. بهتر جارچی استخدام کنیم تو شهر بگرده، تبل بزنه و ولادت نور چشمی خانواده رو به اطلاع مردم برسون. آره بابا، پاشین بساط شربت و شیرینی و شامونه ها رو را بندازیم. بلند شی. کاملا موافقم. خبرش مثل بوم تو شهر صدا میکنه. از خبر جنگ روس و ژاپن هم مهمتره. میگم راستی چطور حضور قبله عالم شرفیاب شیم که از حالا یه مقام مهم برای علی مردان خان در نظر گرفته بشه؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم فش میرزا، هیچ کسی درباره بچه عزیز من اظهار نظر جات نکنه. ما اعیان و اشجار پاک آبروی ما رو بردی خانم جان. اعیان و اشجار نه، اعیان و اشراف. چه میدونم، ما اعیان و اشرار میدونیم بچه‌مون رو چجوری تربیت کنیم. اصلا بفرستینش بنده منزه، یه قول دو قول و الک دلک یادش میدم. بنده کنار منقر میشینم و خیلی چیزا آموزشش میدم، علوم یادش میدم که در هیچ مدرسه و دبستان یادش ندم. اصلا میدونی چیه؟ من میخوام بچم یا ناپلئون بشه یا پیسمارک، مقامات بزرگ به دست بیاره. پیسمارک چیه جانم؟ پیسمارک همون پیسمارک، اصلا همونی که تو میگی. چه میگی بابا؟ وقتو تلف نکنی، بلند شی بساط جشن رو زودتر راه بندازی. آره 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 آره، راست میگی، راست میگی، زودتر مقدمات جشن رو فراهم کنی. من بلند شی. اونها به میمنت تولد علی مردان خان تدارک جشن مفصلی رو دیدن و تمام در و دیوارا و کوچه های محل رو آذین کردن و چراغانی کردن. به دستور عباس قلی خان به شکرانه تولد نوزاد تمام اقوام و آشنایان خلعت شدن و 10 شبانه روز به همه طعام دادن، در حالی که حتی یک فرد مستمند لغمه نانی از سفره پرزرق و برق اونها نصیبش نشد.
مجده ببین که خانوم پسر زاییده باران رحمت امروز بر ما باریده بچه به این تو خودی در خرمز دو گلی گردونه رو کن گلی هیچ کس ندیده بچه به این تو خودی در خرمز دو گلی گردونه رو کن گلی هیچ کس ندیده آی علی مردان اومده علی مردان اومده گل رعنا اومده چه چرمان اومده علی مردان اومده شنگول و شادان اومده علی مردان اومده نو گل خندان اومده علی مردان دیگه کی ها کله گنده محله بابا حتی کف دستی بچه تو خونده خونده همگی کف بزنین و شادی کنین علی مردان اومده علی مردان اومده سرداش کنار بدین گل بپاشین علی مردان اومده علی مردان اومده نو گل خندان اومده سوقات خراسان اومده علی مردان اومده شنگول و شادان اومده علی مردان اومده نو گل رعنا اومده بابا بچه هایی چه فرده داره چون بابا و نبرو این و سوار و این را دما مفتورن دو هن شاست خانم این روزا همسایه ها را کلاه اومده دو حلاقه ها را ببین زیر دیگه شهر علاقه اومده عباس خلی زن نگاش بکن چی پوز اومده سیبیلا و شتا اومده علی مردان اومده نوگل خندان اومده علی مردان اومده شنگول و شادان اومده شاست خانم کلاه میده اما با پول چی؟ اره معلومه با پول چی؟ معلومه با پول من تو با مردم فقیر و بدتر تو نیکره اینا اینجوری هست شازده خانم این روزا همسایه ها رب پلا اومده حلاقه ها رب ببین زیده بیگه شعلا اومده آقا عباس خالی را نگاش بکن چی پس بده بیگه لاش دا اومده علی مردان اومده موگل خندان اومده علی مردان اومده نوبر خراسان اومده علی مردان اومده نوگل رعنا اومده ببینم که علی مردان که اومده به میره دل اخره میبرنه همگی کف بزنین و شادی کنین علی مردان اومده سرداش کنار بدین گل بپاشین علی مردان اومده علی مردان اومده نو گل رعنا اومده علی مردان اومده سیزه چرمان اومده علی مردان اومده نو گل خراسان اومده اما میخوای باشی؟ نه میخوام میخوام بشینم نه بیا بیا بری دوباره یه نوبه آره بابا وای دای از این حتی تو سرشون بخوره نه
اومده، علی مردان اومده، علی مردان اومده، گل خندان اومده، شهر سادان اومده، علی مردان اومده، سوقات خراسان اومده، علی مردان اومده، سوقات خراسان اومده، علی مردان اومده، سوقات خراسان اومده. سالها گذشت و گذشت. علی مردان خان هی بزرگ و بزرگتر می شد. یه نوکر به نام جوهر آقا و یه کلفت به نام ننه چغندر از صبح تا شام کمر به خدمتش بسته بودند و هر چی این بچه ناز پرورده می گفت از او اطاعت میکرد. جوهر آقا، جوهر آقا، ما گوشنم کباب مخواب. باشه، از سوه حاضر میکنه. زود باش، ما همین حالا مخواب. نینه چغندر، نینه چغندر، مگه چه جواب نمیدی؟ ما تشنم آب مخواب. خیلی خود زلیل برده، الان وسط میارم چه بچه پر رویه ما. بفرمایید، اینم کباب. یاله کن همش اینقدر کباب؟ ماشاءالله، این سسیخ کباب آقا زاده. نمخواب اصلا کباب نمخواب. از بینینم نگفتم که شما وقتی اونیست چی کار میکنه، ازم با کوکو مخواب. حالا چی اینجوری کوکو مخواب؟ بر سیتون لعنت. باشه، برات کوکو میارم. خب بفرما، اینم آب کوک کن. آب چیه؟ ما شربت مخواب، شربت مخواب. ای چه پر روی خودت، مگه نگفتی؟ خیلی خدا یکی نداری علالی برات توی شربت میگذن. اصلا ما شربت هم نمخواب. نینه چغندر بخواب. نینه چغندر، ما لبو مخواب. لبو چی؟ لبو؟ ها، ما هر وقت اسم تو رسید آمزینام تا بابا نینه چغندر یاد لبو میفتم. جا یخنی که با مزه آسه بقیتون لبو میارم. بفرمایید، اینم کوکو آقا زاده. ایسالا که کم نیست. باشی، حالا بخواهی برات عجی مجی لاتر عجی بخونم تو خوابت ببره. نخیر، ما به رسم خانم تا تو خوابت ببره. اینه نگاه کن، بخواهد مولد گول بزنه. اختیار داری؟ چه حرفایی میزنی؟ اصلا نگاه کن، نینه چه گندر؟ ما مخواب خرشوادی کنم. حالا چی جوده؟ این خواب نکنی هفتا سال سیاه. جود باش دولاشو به ما سواری بده. یارم بچه نولود، من کمرم درد میکنه. باش الان خدا مرگت بده. بذار یه روز دیگه. بسر که بینینم نگفتم اگه شغلی ده نکردم. نه بس که من ننش میترسم. خالو خب یارم، ما الان خرشوادی مخواب بکنم. نولود بیمرده. الان وجوده. ببین سرکار خانم بعد سلطنه اومدن تو رو ببینن. گریه نکن بعد سلطنه خانم. او پیر زنجشته که چشمش مثل چشم گابه. چی داری میگی؟ یک خال گندم بارای لبش داره، میگن خال سلاطونیه. توی هم بگفتی ازش بلید میاد. من میگفتم هموشی یک پیر دختر ترشیده داره که مادرش هرچی جادو و جنبل میکنه کسی خواستگاریش نمیاد. الان مردم خوافشو پفر. این مدخفت چیه که میگی؟ چه دروغایی که سرقم سرد؟ هیچم دروغ نیست. خیلی هم راسته. مگر تو نمیگفتی که این بد و سرکن خانم سر سه تا شوهر خورده دهن جنبو جند میده؟ به چشم و دلم روشن. تو رو به خدا ببین مردم چطوری پای سر آدم حد در میارن. خانم قربون شما برم، شما به دل نگیر خانم. این چه عربیه؟ بچه خیلی بی تربیته. بچه بی تربیته.
میگم چه دروغ میگی؟ مگر تو نبودی که ما گفتی بعد رو سلطنه چشماش مثل جغده و یک عالم ملک و املاک داره ها؟ ما گفتی باید ملکاش یک جوری از دردش در بیاره بچه بسی کن بابام گفت که باید یک خواستگار بره دختر ترشیدش پیدا کنیم چه ثروتش بالا بکشه خوشم باشه خوشم باشه خوشت زود شما ها رو شناختم آهای قمصور و سلطنه بیریخت پیر دختر مرتشور خودت و شوهرت و بچه تو ببره آهای بدبخت اجاق کو منه بگو که فکر میکردم تو بهترین دوست من هستی آهای به اون برادر شوهر بگو غلط میکنه خواستگاری دختر من بیاد پاهاشو خورد میکنم خواهش میکنم نرو سب کن چیره خانو سب کن تو رو خدا این بچهت نمیبره دره مره شما بله بچه ها ملاحظه کردین این علی مردان خان این بچه گه بی تربیت و فضول چه دست گلای آب می داد خلاصه این بچه همش باعث آزار و اذیت مردم بود هیچ کس از دستش راحتی نداشت